هنوز هم عوامل غیر مرتبط زیادی وجود دارن که بر قیمت بیت کوین تأثیر میذارن. احتمالاً اثرات فروش گسترده روز 19 اوت بر احساسات بازار باعث شده قیمت این ارز دیجیتال همچنان زیر 22 هزار دلار باقی بمونه. با این حال بررسی یه شاخص کلیدی درون زنجیره‌ای نشون میده که به احتمال زیاد بیت کوین حالا بسیار کمتر از قیمت واقعیش ارزش گذاری شده. تحلیلگران گلسنود عقیده دارند که سقوط بیت کوین از سطح 25 هزار دلار حاصل افزایش عرضه ناشی از فروش سرمایه گذاران کوتاه مدت و ذخیره سود بخشی از معامله گرانه. این اتفاق بعد از اون رخ داد که بیت کوین در نتیجه یه روند صعودی 23 روزه به سطوح بالاتر از قیمت تحقق یافته خود رسید و در نهایت در سطح 25 هزار دلار با مقاومت مواجه شد. میلیونر شویی های عزیز سلام، خوش اومدید به ویدیوی امروز. امروز می‌خوایم به این سوال که آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید بیت کوین هست یا نه پاسخ بدیم. خوشحال میشیم ویدیومون رو لایک و کانالمون رو با زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. صحبت‌های جروم پاول و تأثیرات اون بر بیت کوین. نمودار BTC به USDT نشون میده که بیت کوین بعد از اظهار نظرهای تند فدرال رزرو ایالات متحده به 19945 دلار در صرافی بیت استمپ رسیده. جروم پاول رئیس فدرال رزرو در سخنرانیش در سمپوزیوم اقتصادی سالانه جکسون هول گفت بازگرداندن ثبات به قیمت‌ها مدتی طول می‌کشه و مستلزم استفاده از ابزارهای ما برای به تعادل رسوندن عرضه و تقاضاست. کاهش تورم احتمالاً مستلزم یه دوره پایدار از رشد اقتصادی زیر خط رونده. در پی این سخنان بیت کوین با ریزش مواجه شد و زیان روزانه اون به 9% هم رسید. اون افزود علاوه بر این به احتمال زیاد شرایط بازار کار کمی آروم‌تر خواهد شد. هرچند نرخ بهره بالاتر، رشد اقتصادی آهسته‌تر و شرایط ملایم‌تر بازار کار باعث کاهش تورم میشه، اما دردسرهایی رو برای خانوارها و کسب و کارها به همراه خواهد داشت. این پیامدهای ناگوار کاهش تورمه. اما ناکامی در بازگردوندن ثبات به قیمت‌ها به معنای هزینه‌های بسیار بیشتری خواهد بود. پاول با افزودن این نکته که سیاست سختگیری کمی ممکنه برای مدتی برقرار باشه، باعث افزایش نوسانات بازارهای پر ریسک در جهت منفی شد. بازارهای سهام ایالات متحده در مجموع 1.25 تریلیون دلار سرمایه رو در طی یک روز از دست دادن. بیت کوین در طول روز تونست 20 هزار دلار رو دوباره به دست بیاره. اما بعدتر با انتشار شایعاتی پیرامون فروش بیت کوین توسط صرافی امتیگاکس دوباره این سطح رو از دست داد. شایعات پیرامون امتیگاکس. آیا امروز روز موعوده؟ اکانت توییتر دی آلت کوین ها با 56 هزار دنبال کننده خبری رو نشر داد که طبق اون در روز 28 آگوست تعداد 140 هزار بیت کوین متعلق به طلبکاران این صرافی باید به اونها پرداخت بشه. بعد از انتشار این خبر، یکی از فعالین بازار ارزهای دیجیتال به نام اریک وال با انتشار نقل قولی از یکی از طلبکاران این صرافی مدعی شد که هیچ گونه پرداختی در روزهای آتی در کار نیست. این صرافی حتی آدرسی برای واریز بیت کوین و بیت کوین کش از مال باختگان درخواست نکرده. علی‌رغم این نگرانی‌ها، جاش راجر، تحلیلگر و تریدر حوزه ارزهای دیجیتال، معتقده که اگر حتی شاهد فروش تمام 137 هزار بیت کوین در بازار باشیم، جای نگرانی نیست و اون رویداد ترسناکی که انتظارش رو داریم رخ نخواهد داد. همچنین مایکل وندپوپ، تحلیلگر مطرح بازار،
درباره ترس ایجاد شده از انتشار یک جای این همه بیت کوین گفت که چنین چیزی ناموجهه و همیشه موضوعاتی از این قبیل در حوزه کریپتو وجود داره. باید توجه داشت که سقوط قیمت بیت کوین هرچند به دلیل شایعات باعث آسیب دیدن هولدرهای بزرگترین ارز دیجیتال جهان شد. بنابر داده‌های گلاس نود، درصد موجودی بیت کوینی که در سود قرار داره به کمترین حدش در یک ماه گذشته رسیده. به نظر شما آیا بیت کوین وارد یه روند نزولی جدید شده یا این اصلاح شروعی برای یه روند صعودی بزرگه؟ لطفاً نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. از اینکه تا انتهای ویدیو همراهمون بودین سپاسگزاریم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.